با درود خدمت شما، من شهریار توکلی هستم، مدیر وبسایت ترنگل. با مجموعه آموزش‌های جمله در خدمت شما هستیم و امیدوارم که آموزش قبلی رو دیده باشید و امروز هم می‌خوایم که یک بخش دیگه ای از جمله رو خدمتتون توضیح بدیم. کامپوننت ها یک بخش بزرگی از جمله هستن که اگر بخوایم که اونها رو به صورت عامیانه تر توضیح بدیم، توسعه بزرگی که به یک هسته اضافه بشه، حالا اون هسته جمله باشه، رو دقیقا ما اون رو کامپوننت نامگذاری میکنیم. به عنوان مثال، جمله به صورت اختصاصی یا وردپرس به صورت اختصاصی دارای فروشگاه ساز در خود هسته به صورت رایگان نیستن و افرادی در شرکت‌های مختلف میان و به صورت مستقل یک اسکریپت بزرگ، یک برنامه بزرگی رو تحت عنوان یک فروشگاه ساز درست می کنند و میان با API ها یا خروجی ها و ورودی های جمله بهینه سازی می کنند. حالا این امکان داخل وردپرس هم دقیقا به همین صورت هست و اون رو میان قابل نصب می کنند و قابل کنترل داخل جمله و پکیج می کنند به دست مشترک می دن. مشترک بعد از این که این افسونه بزرگ رو نصب می کنه، که خود اون افسونه اگر یه سری امکانات دیگه کوچیک به اون اضافه میشد، میتونست یک اسکریپت کامل یا یه CMS کامل در زمینه فروشگاه ساز باشه، در قسمت کامپوننت های جمله اضافه میشه. به عنوان مثال، ما میتونیم به کامپوننت هایی که به صورت دیفالت یا پیشفرض روی جمله نصب هستن هم اشاره بکنیم. میتونیم مثلا قسمت تماس ها رو بگیم. قسمت تماس ها قسمتی هست که شما میایید و تماس با ما وبسایت رو درست میکنید. من اومدم در قسمت کامپوننت تماس ها و مجموعه ها، میخوام که یک مجموعه رو نامگذاری بکنم. در قبل از اینکه ما بیایم و یک مجموعه رو درست بکنیم، خود جمله یک مجموعه درست کرده به نام آن کاتگورایز که ما اون رو اسمش رو ویرایش میکنیم و قرار میدیم و اون رو ذخیره میکنیم تماس با ترنگلو. حالا میایم به سمت این که در تماس ها یک تماس جدید رو درست بکنیم. میگه که میخواد که آیا پیوندی به کاربری باشه، مثلا میگیم بله. آیا میخواد تصویر رو قرار بدید، ما یک تصویر رو قرار میدیم. و مقام میخواد، پست الکترونیکی میخواد، مثلا ما قرار میدیم ترنگل.com. نشانی پستی میخواد، می نویسیم که مازندران آمول، شهر رو می نویسیم آمول، منطقه گیچی، کشور می نویسیم ایران، تلفن مثلا می نویسیم 8296436. حالا یه خط دیگه، بعد چیز دیگه خب نداریم. آیا ویژه باشه یا نباشه، میتونیم براش برچسب هم بذاریم، مثلا تماس با ما ترنگل و غیره. مثلا اطلاعات دیگرش ببینیم، خب یه سری متن میخواد از ما، ما یه متنی رو از وبسایت کپی میکنیم. به عنوان مثال میایم و این متن رو اینجا قرار میدیم. خب بعد انتشار و نمایش و فرمی که خب میگه شما میتونید پست الکترونیکی غیر مجاز و غیره میتونید کنترل بکنید کاملا همه رو. مثلا میسم تماس با سایت ترنگل و ذخیره بستم میزنم. خب این اومد، یعنی کامل ما اطلاعاتی رو دقیق اینجا آوردیم و نمایش دادیم. حالا با چطور داخل سایت به کاربر نمایش بدیم؟ اینجاست که در قسمت آموزش منوها هم ما به اون اشاره کردیم که هر کامپوننتی که به جمله اضافه میشه و اضافه شده دارای یک بخشی است به عنوان منو که برای نمایش به کاربر باید از اون استفاده بکنیم، یا این کامپوننت دارای یک ماژولی هست که همراه با کامپوننت نصب میشه و اون ماژول نمایش دهنده یه سری اطلاعات به از خود این کامپوننت در داخل وبسایت است. ولی اگر می‌خوایم که صفحه‌ای رو کامل به اون اختصاص بدیم، باید برای اون منو بسازیم. من اینجا می‌نویسم
تماس با ترنگه و میام روی انتخاب در قسمت تماس ها، تماس های ویژه، لیست تماس های مجموعه، نمایش تماس های مجموعه، یک تماس خاص رو انتخاب میکنم که همون تماس با ترنگل بوده و میام اون رو ذخیره میکنم. حالا قسمت سایت میریم و قسمت تماس با ترنگل رو کلیک میکنیم. همونطور که میبینید خیلی کامل و مناسب نوشته که اطلاع تماس شما رو قرار داده، برای شما یک فرمی رو قرار داده. حالا میتونید اون فرم رو کنترل بکنید، مثلا به عنوان مثال میتونید بیایید در قسمت همون تماس و اینجا کلیک بکنید و به قسمت فرم برید و مواردی که دوست دارید و فعال یا غیر فعال بکنید و سایر اطلاعات هم که همون اطلاعاتی که قرار داده به همین زیبایی برای شما اون رو قرار داده و شما در یک صفحه کامل میتونید به کاربرتون تمام اطلاعاتی که دوست دارید رو نمایش بگذارید. این قسمت کامپوننت ها بود. حالا به عنوان مثال اگه میخواید بیشتر در این رابطه کار بکنید، خب باید هر کامپوننتی رو نصب بکنید، هر کامپوننتی رو تست و آزمون و خطا بکنید تا به یک نتیجه مناسب برسید. ما در آینده حتما در مورد بعضی از کامپوننت ها آموزش های اختصاصی رو قرار خواهیم داد، از جمله فروشگاه سازها و همینطور مواردی که مربوط به افزونهای تبلیغاتی یا امنیتی هستند، که خب اونجا میتونید بیشتر با روند کامپوننت ها آشنا بشید. ولی اگر بخوام یک اصلی رو داخل جمله خدمتتون نسبت به هر کامپوننت بگم، این هست که کامپوننت ها در اولین موردی که باید بهشون اشاره بکنید و باشون کار بکنید اینه که ببینید که آیا مجموعه داره یا نداره. اگر مجموعه داشت، خب مجموعه مورد نظرتون میسازید، اون مجموعه همون دستبندی های شماست. مورد بعدی اضافه کردن یک آیتم یا یک محتوا هست که اون محتوا رو باید تخصیص بدید به یک مجموعه. و آخرین مورد هم ساخت یک منو و نمایش اون محتواه که مربوط به اون کامپوننته. همین سه بخش تمام کامپوننت ها و بیشتر شاید 99% از کامپوننت ها به این صورت هستند و راه دیگه ای رو طی نکردن. به همین سادگی شما میتونید با این اصل با هر کامپوننتی که مواجه شدید خیلی ساده اون چیزی که میخواید رو پیاده سازی بکنید. امیدوارم که این بخش از آموزش‌ها هم مورد پسند شما واقع شده باشه. موفق و مؤید باشید. با تشکر.